بیشترین معروفیت کشور کانادا در زمینه هنرهای تجسمی کدام گزینه است؟ گزینه 1، اوتوماتیست ها. گزینه 2، دنیس آرکاند. گزینه 3، گروه 7. گزینه 4، نقاشی های بومیان کانادا. پاسخ صحیح گزینه 3، گروه 7. بزرگترین شریک تجاری کانادا کدام کشور است؟ گزینه 1، ایالات متحده امریکا. گزینه 2، مکزیک. گزینه 3، چین. گزینه 4، بریتانیا. پاسخ صحیح گزینه 1، ایالات متحده امریکا. در دهه 60 میلادی کدام تغییر به سرعت در استان کبک شکل گرفت؟ گزینه 1، قانون زبانهای رسمی. گزینه 2، جنبش حق رأی و شرکت در انتخابات. گزینه 3، جنبش جدایی طلبان. گزینه 4، انقلاب آرام. پاسخ صحیح گزینه 4، انقلاب آرام. کدام یک از این افراد در اختراع رادیو سهیم بودند؟ گزینه 1، هنری وودوارد. گزینه 2، ریجینالد فسندن. گزینه 3، سر سانفورد فلمینگ. گزینه 4، ماثیو ایوانز. پاسخ صحیح گزینه 2، ریجینالد فسندن. قانون زبانهای رسمی کانادا کدام یک از موارد زیر را ضمانت می کند؟ گزینه 1، استفاده از زبان انگلیسی به عنوان تنها زبان در مدارس. گزینه 2، ارائه خدمات توسط دولت فدرال به دو زبان فرانسه و انگلیسی. گزینه 3، استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی در دولت. گزینه 4، معرفی زبان فرانسه به عنوان زبان رسمی در استان کبک. پاسخ صحیح گزینه 2، ارائه خدمات توسط دولت فدرال به دو زبان فرانسه و انگلیسی. ورزش ملی کانادا کدام است؟ گزینه 1، بسکتبال. گزینه 2، بیسبال. گزینه 3، فوتبال لیگ کانادا. گزینه 4، هاکی روی یخ. پاسخ صحیح گزینه 4، هاکی روی یخ. نفت در سال 1947 در کدام ناحیه کانادا کشف شد؟ گزینه 1، آلبرتا. گزینه 2، ادمونتون. گزینه 3، کبک. گزینه 4، یوکان. پاسخ صحیح گزینه 1، آلبرتا. کدام گروه از افراد در سال 1948 حق رأی در انتخابات استانی و فدرال کانادا را به دست آوردند؟ گزینه 1، اقوام نخستین. گزینه 2، زنان. گزینه 3، ژاپنی کانادایی ها. گزینه 4، بومیان. پاسخ صحیح گزینه 3، ژاپنی کانادایی ها. اهمیت کشف انسولین توسط سر فردریک بانتینگ و چارلز بست چیست؟ گزینه 1، این کشف باعث شهرت این دانشمندان شد. گزینه 2، این کشف باعث گشوده شدن درهای اقتصادی شد. گزینه 3، این کشف اهمیت بسزایی نداشت. گزینه 4، این کشف جان 16 میلیون نفر را در سراسر جهان نجات داده است.
پاسخ صحیح گزینه 4. این کشف جان 16 میلیون نفر را در سراسر جهان نجات داده است. تری فاکس کیست؟ گزینه 1. برنده مدال طلای مسابقات پارالمپیک در رشته مسابقات با ویلچر. گزینه 2. دونده قهرمانی که برای حمایت از تحقیقات بیماری سرطان دوی دور کانادا را آغاز کرد. گزینه 3. دونده برنده مدال طلا در سال 1996. گزینه 4. بازیکن بسکتبال. پاسخ صحیح گزینه 2. دونده قهرمانی که برای حمایت از تحقیقات بیماری سرطان دوی دور کانادا را آغاز کرد. پایتخت اقتصادی کانادا کجاست؟ گزینه 1. آلبرتا. گزینه 2. تورنتو. گزینه 3. کبک. گزینه 4. ادمونتون. پاسخ صحیح گزینه 2. تورنتو. مخترع ماشین برفی چه کسی بود؟ گزینه 1. ریجینالد فسندن. گزینه 2. جوزف آرماند بومباردیه. گزینه 3. سر سانفورد فلمینگ. گزینه 4. ماثیو ایوانز و هنری وودوارد. پاسخ صحیح گزینه 2. جوزف آرماند بومباردیه. کدام گزینه درباره فعالیت‌های بین‌المللی کانادا صحیح نیست؟ گزینه 1. الحاق کانادا به سازمان ملل متحد. گزینه 2. الحاق کانادا به بلوک کمونیستی. گزینه 3. الحاق کانادا به نوراد، فرمان دفاعی آمریکای شمالی. گزینه 4. الحاق کانادا به ناتو. پاسخ صحیح گزینه 2. الحاق کانادا به بلوک کمونیستی. چه کسی از طریق کمپانی ارتباطی بیسیم رم مخترع بلک بری بود؟ گزینه 1. مایک لازاریدیس و جیم بالسیلی. گزینه 2. ریجینالد فسندن. گزینه 3. سر سانفورد فلمینگ. گزینه 4. ماثیو ایوانز و هنری وودوارد. پاسخ صحیح گزینه 1. مایک لازاریدیس و جیم بالسیلی. کدام گزینه یک برنامه خدمات رسانی اجتماعی نیست؟ گزینه 1. طرح امنیت راه آهن. گزینه 2. قانون سلامت کانادا. گزینه 3. کمک هزینه دوران بازنشستگی. گزینه 4. طرح پشن کبک و کانادا. پاسخ صحیح گزینه 1. برنامه امنیت راه آهن. مخترع اولین لامپ که بعدها امتیاز اختراع آن را به تامس ادیسون فروخت چه کسی بود؟ گزینه 1. ریجینالد فسندن. گزینه 2. سر سانفورد فلمینگ. گزینه 3. ماثیو ایوانز. گزینه 4. ماثیو ایوانز و هنری وودوارد. پاسخ صحیح گزینه 4. ماثیو ایوانز و هنری وودوارد. کدام یک از صنایع در کانادا مشاغل بیشتری ایجاد می کند؟ گزینه 1. خدمات. گزینه 2. تولید. گزینه 3. ماهیگیری. گزینه 4. کشاورزی. پاسخ صحیح گزینه 1. خدمات. کدام گزینه در تعریف صنایع تولیدی قرار نمی گیرد؟ گزینه 1. خودروها. گزینه 2.
فناوری هوافضا. گزینه 3، قضا. گزینه 4، ارتباطات. پاسخ صحیح گزینه 4، ارتباطات. کدام گزینه نمونه هایی از سه صنعت در کشور کانادا است؟ گزینه 1، دولت، تولید و خدمات. گزینه 2، منابع طبیعی، تولید و خدمات. گزینه 3، منابع طبیعی، تولید و جهانگردی. گزینه 4، منابع طبیعی، جهانگردی و خدمات. پاسخ صحیح گزینه 2، منابع طبیعی، تولید و خدمات. طولانی ترین مرز غیر نظامی جهان بین کدام دو کشور قرار دارد؟ گزینه 1، کانادا و ایالات متحده امریکا. گزینه 2، ایالات متحده امریکا و مکزیک. گزینه 3، چین و روسیه. گزینه 4، هیچ کجا. پاسخ صحیح گزینه 1، کانادا و ایالات متحده امریکا.